בשעה טובה ומוצלחת. לב העומר, קל בעומר, לב, למד בית, סיידובו מעומר, מבורק בת. בשעה טובה, דרים רוז ברוז, סניה וסניה, בלג בעומר. נזיקתם שם, ובעזרת שם זכות רבי שמעון בר יוחאי רו, מגן חודם מקונם, בר יוחאי, נמשכת אשריך, כברן זכות עיבוד, כרבי שמעון בר יוחאי, דר תאריך, דר דוניה יהוד קרול גרב, ואסרור זוהר רו ברי מפאש קרד, זכותו יגן עלינו. וזאת שם פרד בשטר דם מורדים תוזי חיים דוד. אמרוזו ואח מוכרים ללא נשמעת משיח חיים בן מורדכי הכהן, פדר החנומי ואנדה, אמרוז סל שונם, זכותו יגן עלינו, בו תפילה השון, בעזרת השם, שעדיה, ברכתה, מהפכתה בשטר, סלמתי דר, חנומדה, ברי נבאה וג'עמי פשפיות, ملیسیو شد یک واسطه خوب قرار بگیرن برای رحم بیشتر خداوند به تمام بنی اسرائیل. پیور تاک، بحث دیگری از کلام پاک رو با هم دیگه شروع میکنیم، مخصوصا پرکاوت این هفته، پرک پنجم هم در مورد اسرا به اثرا معمارد نیبره عالم که با ده کلام معمار دنیا آفریده شد و همچنین ما به عزت هشم در انتظار شاوت از سرت دیبروت هستیم. ده گفتاری که خداوند پای کوه سینای به ما داد. پس میبینیم که چطور گفتار وسیله ارتباط انسان و خداوند و خداوند و انسان قرار میگیره. همونطور که تلمود تورا کنگت کلام، یادگیری تورا که با کلامه کنگت کلام برابر با تمام مصفته. پس چه زخوتی بالاتر از زخوت تورا که میتونه با دهان ما به خوبی در دنیا پخش بشه. هر زخوت دیگه ای رو شخص میسوای دیگه ای رو بخواد به دست بیاره احتیاج به یک عملی داره، اما یادگیری تورا احتیاج به کلام داره، به گفتار، به دهان ما. و این چیزیه که به ذات شب ما هر هفته روش بحث میکنیم که مانند یک جراح برای اینکه بتونیم کارمون رو خوب انجام بدیم باید تمام وسایلمون استریلیزه باشه که باعث شفا بشه و نه باعث عفونت. باید کلاممون رو به ذاتشم پاک نگه داریم که با اون تورایی که میخونیم یا تفیلا یا تهیلیم و یا هر میسوا این کلام ما بتونه وسیله خیر قرار بگیره و نه وسیله منفی، نه باعث کتروک، باعث بدگویی در شامعه که بگن چطور با همچین دهنش اومده و میخواد با خداوند با پادشاه هم صحبت بشه. اینکه بوی بدی و یا ناپاکی در دهان داره چطور میخواد با خداوند هم صحبت بشه؟ اما کسی که دهانش پاکه فوراً در شمایم و برش باز میکنن که بتونه با خداوند هم صحبت بشه. از بوی خوب دهانش پیشا پیش همه جلبش میشه. پس قدرت صدیکیم که برخواهی بدن به تمام قوم اسرائیل از این شروع میشه
که چطور شمیرت حلاشون دارن، جلوی دهانشون رو گرفتن و مواظبن. شمیرت حلاشون اتفاقا دنبال راه حل نیستن که یک جوری پرحرفیشون رو توجیه بکنن، بلکه دنبال راه حل هستن که کمتر اصلا صحبت بکنن، صرف جویی بکنن، کلامشون رو فقط به موقع و درست استفاده بکنن. چرا که میدونیم همونطور که همه چی از جانب خداوند تعیین میشه در زندگی انسان، تعداد کلمات و حرفهایی هم که انسان صحبت میکنه از شامعیم تعیین میشه که این چند بیلیون بار صحبت بکنه در طول سال یا در طول عمر، همه چی تعیین میشه. درسته ما اسمشو میگذاریم خستگی پا و دست که طرف نمیتونه دیگه به اون صورت را بره یا چیزی رو دستشو تکون بده، اما از قبل تعیین شده بود که برای چندین سال دست و پای این خوب کار بکنه. همونطور که تو هر قطعات ماشین، هر قطعه ماشین یه عمری داره، آینش یه عمری داره، دستگیرش یه عمری داره، موتورش یه عمری داره، اگزوزش یه عمری داره، یکسان اینا عمر نمی کنن. همینطور هم موقع که خداوند به انسان قدرت‌های زندگی میده، برای هر کدوم یک عمری تعیین کرده. پس اگر میخوام به عزت هشم همچنان تا آخرین لحظه از قدرت کلاممون به خوبی استفاده بکنیم، یه باره کم نیاریم، یه باره میبینیم رسیدیم به یه قسمتی از عمر که حرف زدن سخت میشه دیگه. حالا اسمشو بذاریم دندونامون این شده، یا فلان، یا گلو، یا لسه، یا لب، هر دلیلی داشته باشه طرف میبینه دیگه حرف زدن براش سخته. چرا؟ چون دیگه اون مقداری که براش تعیین کرده بودن متاسفانه دیگه به ته سطل، یه چند چکه‌ای قطره هنوز ته سطل باقی مونده. پس چه بهتر که انسان سعی کنه تو حرف زدن صرفه جویی بکنه که هنوز بتونه تا آخرین لحظه عمرش هم از قدرت کلامش برخوردار بشه، هنوز بتونه اون براخایی که باید بگیر رو برای هر میوهی که میخوره یا اون تفیلایی که میخواد رو بخونه رو بتونه بخونه. کلام یه قدرت زندگیه که میاد هم ما رو به علام حزم مرتبط میکنه و هم علام حبا. تا این حد قدرت کلام یه قدرت یونیورساله، بینون مللیه، هم در این دنیا به دردمون میخوره هم در اون دنیا. راه رفتن فقط تو این دنیاست، اما صحبت کردن در هر دو دنیاست. پس این قدرت رو نادیده نگیریم. دقیقا مثل یک بگیم موشکی که هم زمین میتونن توش پرواز بکنن هم تو فضا، هم فضا نورده و هم روی زمین میتونه راه بره، در هر دو حالت میشه ازش استفاده کرد. همینطور هم قدرت کلام ما هم با دنیای پایین میتونه انسان ارتباط برقرار بکنه و هم با دنیای بالا. پس این رو ویست یا بیهوده هدر ندیم. اتفاقا کاری نداشته باشیم که اصلا این لاشونها را هست نیست، آیا میشه گفت نمیشه گفت، آیا اصلا و ابدا، این که به فکر این باشیم که چطور تو حرف زدن صرف جویی کنیم، زیاد پرحرفی نکنیم، زیاد احوال پرسی شخصی و خصوصی و اینوستیگیشن نکنیم،
بذاریم کنار خبرنگاری رو که بخوایم از تمام دنیا با خبر باشیم، ما خبر همه دنیا هم به همه پخش بکنیم. کسی که تا حالا هیچ حقوقی به ما نداده، پس چرا علکی خبرنگاری بکنیم؟ هی بخوایم خبر جمع بکنیم و پرسجو و پرسوال و از همه و همش هم علکی مجانن پخش بکنیم. بعض موقع هم که تازه دلخوری هم پیش میاد که چرا رفتی به فلانی گفتی، خودمون رو از همه دور میکنیم. به ذات هشم ببینیم امروز هارا فافز خاییم در ادامه بحثمون چطور ما رو هوشیار میکنه که قدرت کلام رو انسان میتونه به چه درجات بالایی برسونه که به جایی که هی التماس بکنه و تفیلا بخونه، با یه کنترل کلام انقدر قدرت تفیلاشو بالا میبره که مثل موشه ربنو با چهار کلام الا عرفان الله میتونه رحم خداوند رو به خودش جلب کنه. پس گفتیم این که در گمارا میگه با اپ تلاتا، یعنی اگر جلوی سه نفر شما یه چیزی رو گفتی، چون میدونی که بالاخره دیوار موش داره، موش هم گوش داره، چون میدونی که بالاخره سه نفر از پابلیک جماعتی هستن و بالاخره این هم دوستانی دارن که میرن پخش میکنن، به همین دلیل چون بیباکانه داری این حرف رو میزنی، چون حتی ترسی نداری که به گوش طرف برسه، پس این لاشونهارا نیست. اما دیدیم حالا حافظ خیم توضیح داد، گفت ما در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم که شخص با لحن صحبتش هیچ نوع نیت ناپاکی، منظور منفی برای این موضوع نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه امکان داره که طرف اتفاقا از قصد اینو میگه، چون میدونه طرف مقابل زورش بهش نمیرسه، از قصد یه بدی رو میگه یا یک نکته شخصی رو فاش میکنه که طرف رو به قولی برنجونه، چون میدونه که طرف زورش بهش نمیرسه، فوقش هم بدش بیاد، فوقش هم ناراحت بشه و همین باعث چی میشه؟ که طرف بیباکانه با جرأت پشت سر مردم حرف میزنه، چون میدونه که کسی حریفش نمیشه، چون فوقش هم اگر اینو گفت من اینو میگم، تا این باشه اونم اون کارو نکنه، برای خودش هزاران دلیل داره و همین دلیل میگه مبادا که شخص بخواد از این موضوع به اپ اطلاعات بخواد استفاده بکنه. چرا؟ چون به خاطر این که یک پل باریکیه که اتفاقا به آسونی و راحتی میتونه انسان در گناه لاشونهارا غرق بشه، به لغزش بیاد. پس حرام بفرماد یه شمریم ده ایم اخاد سیپر گنوت الحورو بفنه شلوشا ابتغو آور به ودای سلاشونهارا افل پیکن ایم احال نه شلوشا شما دوارزه سیپر آخر کاخ لاخرین لو آور بازه علیسون لاشونهارا میتم ده که من ده شلوشا یودی میزه میمیلا که بار نشمع دوار منده لکو ده حبراخ خبرات ایده و به دوار ها اصوی لید گلو دا اصراتورا میشون لاشون هارا به دبکا لسپر به درخ اخکرایی اولو شیخه بین لعبیر ها کلو گلو دا یوته. و با اینکه
در مفارشین حخامیم توضیح میدن حتی اگر یه نفر یه بدی و یا عیب کسی رو جلوی سه نفر فاش میکنه با این که از ایسور لاشونهارا داره میگذره با این وجود اگر یک کدوم از این ستا که این موضوع رو شنید بره و به دیگری یا به دیگران یه گروه دیگه تعریف بکنه اون یه نفره از لاشونهارا نگذشته چرا؟ چون به خاطر این که به غیر از اون هنوز عده دیگه هم میدونن میمیلا که وانشمد و وابنودالکار is a public record چون این اومده توی جمعی مینیموم سه نفر این حرف رو زده پس اون شنوندهی که میره اینو باز دوباره پخش میکنه از لاشونهارا نمیگذره چرا؟ چون anyway موضوع داره میره و به همه پخش میشه حالا چه من بگم چه نگم اما هنوز در چه حالتی ما اینو میگیم به درخ اکرای اگر همینجوری تصادفی این حرف از دهانش پخش شد اما اگر طرف بگه اوه چه خبر داغی نمیدونستم واو اینو باید حتما من به دیگران بگم تازه نیتش و اینتنشنش اینه که بره و همه رو از این موضوع با خبر بکنه صد البته که داره اون شنوندم از گناه لاشونهارا میگذره پس یعنی این که بعضی موقع ما خودمون رو تبرئه میکنیم میگیم من که فقط اونجا نبودم که 100 نفر دیگه هم اونجا بودن 6 نفر دیگه هم اونجا بودن موقعی که این حرف رو زد آقا برید جلوی اونا رو بگیرید حتما اونا دیگه رفتن پخش کردن بالاخره گفتن من که تنها نبودم که شنیدم که درست اما آیا مانند یک شکارچی در کمین نشسته بودیم که همچین خبری همچین عیبی از دوستت رو بشنوی و بری پخش کنیم یا برات هیچ فرقی نداشت که چه بشنوی یا نشنوی تصادفی فقط گفتی اونجا هم یه ذره شلوغ شد و اونم از دهانش این خارج شد اما نه اینکه واقعا گوشی تلفن رو دست بگیری کجایی چیه چی شده نفهمیدی؟ نه بیا آبو بهت بگم تازه بخوایم از آب گلالود ماهی بگیریم و بشیم مجری رادیو و تلویزیون که بخوایم تازه مشتری جمع کنیم اتنشن بگیریم که خبرهای دست اول و داغ رو تو همیشه از من بگیر همیشه بخوایم نفر اول باشیم دیگری رو به تعجب بیاریم و با یه موضوعی نچ نچشو به گوش برسونیم نچ 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 وا 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 ما بودیم این کارو کردیم اصلا نمیدونست زنگ زدم و اصلا از همه چه بیخبر تازه به خودمون میبالیم که من بودم که بهش گفتم اگر نه نمیفهمید هم دلیل عرب حافظ خیم میگه هر نوع حیله و نیرنگ هر نوع هنری هم بخوای استفاده بکنی که خودتو توجیه بکنی جاستیفای بکنی تبرئه بکنی که این حرفی که من زدم 100% 100% کاشر بود لاشونهارا نبود و الاخر چون خداوند از نیت من و شما درونن با خبره میدونه که من روی چیه نیت و قرازی دارم این حرفو میزنم میگه انگار
حواست نیست که من تمام فکرت و احساست رو میخونم. و اون موقع است که شخص یک باره بعض موقع تو زندگی تعجب میکنه، میگه نمیدونم چرا این چیزا داره پیش میاد. ما که خدا رو شکر شباتمون هم نگه میداریم، ما که خدا رو شکر صدقامون هم میدیم، ما که خدا رو شکر این. فکر میکنه که فقط همه چی به ظاهره، نمیدونه که نیت باطن در واقع جهت اصلی مثبت و اعمال ما را تعیین میکنه. با چه نیتی؟ آیا واقعا اگر برای خودت هم این موضوع پیش اومده بود راحت بود برات که دیگران برن زندگی شخصی تو پخش بکنن، دعوای خانوادگی تو برملا بکنن، عیب و ایراد فردی تو به همه پخش بکنن؟ آیا برای خودم این موضوع راحت بود که دیگران این چنین به سر تو بیارن، تو رو بکنن وسیله خودنمایی و یا شهرت طلبی که بخوان همیشه اونها خبر دست اول زندگی تو رو به همه پخش بکنن؟ شما میدونید که این عکاسا نون اصلی بعضی از این فوتوگرافرها که عکاس هستن از کجا میاد؟ نون اصلیشون میرن در یک جاهایی خطرناک یا مخفی یه عکسای میگیرن که همه دسترسی ندارن و میان میفروشن به کجا؟ به مجلات، به رادیو تلویزیون، به کمپانی ها. مثلا یه باره این بچه شیره داره میپره تو بغل مادرش که همیشه طرف نمیتونه همچین عکسی رو شاهد باشه، ولی این تو اون موقعیت حساس رفته بغل بیشه شیر، خونه اون شیره، نذاشته بوش و حس بکنه همه چی تا این عکس رو بگیره و بدو بدو برگرده، اون لحظه رو تونست کپچر بکنه. و بعضی هاشون هم هستن از در و دیوار و پنجره این هنرپیشه ها، خواننده ها، سلبریتی ها بالا میرن که یه عکسی، یه موقعیت حساس اینا رو بگیرن و تو روزنامه ها پخش بکنن و روش پول بسازن. پس این دفعه خواستید هنر پیشه بشید، پنجره هاتون رو چکا بکنید ببندید، چون امکان داره یه نفر یه باره بیاد یه عکس ازتون بگیره. متاسفانه افرادی که شغل جدیدشون خبرنگاری و عکسبرداری و روزنامه نگاری شده، از روی بیکاری و بی‌حوصلگی کاری ندارن بکنن و فکر چیزی ندارن، کار جدیدشون خبرنگاری و روزنامه نگاری شده همش تو جمع و تو محیط ها قرار میگیرن که یه خبری دستشون بیاد برن پخش بکنن. میان کنیسا ببینن چه خبره، نه این که خدا ببینه اونا چه خبره. خبری برای خدا ندارن، اومدن خبر بگیرن برای مردم دیگه پخش میکنن. بعد از این که شبات براخا شد یا بعد از که رفتن خونه یا این که دوستشون رو دیدن، آره امروزم تو کنیسا فلان. پاراشای هفته چی بود؟ نمیدونم، حواسم نبود، داشتم با بغلیم حرف میزدم. ولی زندگی فلانی چی؟ اوه، با تمام دیتلز و جزئیاتشو حفظ شدن، مثل اینکه رفتن 10 بار روش خوندن، یه بار شنیدن ها، اما انقدر با کانسنتریشن، با تمرکز کافی گوش دادن
که جزئیاتشو کاملا یادشون مونده. اگر اما واقعا مثل لاشون هارا اینقدر هلاخای پسخ و شاووت و روششانا و کیپور و تیشابهاب و اینقدر هلاخای کشروت و تفیلین رو اگر یاد میگرفتیم، 10 بار هر ساله قبل از پسخ همون سوال رو از ربای نمی کردیم. دقیقا من میدونم که بعضی ها موقعی که دو هفته مونده به پسخ به من زنگ میزنن سوالشون چیه، چون همین سوال رو 10 ساله که دارن هر سال قبل از پسخ میپرسن. این که شخص از حافظش برای اخبار زندگی مردم استفاده نکنه، برای نالج دانش تورا استفاده بکنه. بامدل چقدر مهمه؟ چقدر مهمه که ما از این کلمه چه خبر تا اونجایی که میتونیم دوری بکنیم. تا یه نفر ازمون پرسید چه خبر، بفهمیم که او یک لغزشی، یک گناهی در راهه، در پیشه، میخواد یه چیزایی بدونه که یه چیزایی بگه. و مطمئن باشید کسی که خبر یا برای ما مجانی میده، خبر ما هم رو مجانی میره پخش میکنه. کسی که میاد میشه دمخوار ما که نمیخواد ما از دنیا عقب بمونیم، اخبار دیگران رو میاد به ما میگه، همینطور هم اخبار ما رو میگیره به دیگران میگه. پس دوستانمون رو بشناسیم. اون کسی که میاد دیوره تورا به ما میگه، اونه که میخواد یه چیزی هم از ما یاد بگیره که به دیگری بگه. بذات هشم بزخوت حرف حفظ خاییم و شمیرت اللاشان، همه من بتونیم روز به روز از قدرت کلاممون به درستی استفاده بکنیم، تا بتونیم به عزت هاشم تفلامون هم در درگاه خداوند به خوبی مورد قبول واقع بکنیم، که بتونیم به عزت هاشم از لطف و حسد رحم خداوند بیش از پیش هر روز بیشتر استفاده بکنیم. باروخ هاشم لعولم آمین. راستی چه خبر؟